خب دوستان، انواع تحقیقات کمی رو با هم دیگه خوندیم، تعریف کردیم. حالا خود تحقیق کمی دوستان به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته آزمایشی هستن که آزمایش واقعی، پیش آزمایشی و شبه آزمایشی هست. و یه دسته غیر آزمایشی هستن، شامل توصیفی، همبستگی، پیمایشی و مقطعی. ما تا این قسمت رو خوندیم دوستان. این برشی هست از همون فیگری که ابتدای فصل خدمت عزیزان عرض کردم. الان قرار هست با هم دیگه تحقیق آزمایشی رو بخونیم که باز خودش به سه تا دسته تقسیم میشن. ساده ترین مدل طبقه بندی تحقیقات به همین شکلی هست که قدم به قدم با هم دیگه میریم جلو. بریم ببینیم تحقیق آزمایشی چگونه هست و چه مشخصاتی داره. تحقیق آزمایشی یه نوع روش مطالعه هست که درش رابطه علی معلولی پدیده ها رو با هم دیگه مطالعه میکنیم. قرار هست در این روش فرضیات خودمون رو، یعنی آزمون فرضیه صفر و جهت دار رو، رد یا تایید یا تبیین بکنیم. مکانیسم علت پدیده ها رو در تحقیق آزمایشی میسنجیم. تنها روش تحقیقی هست که درش علت و معلول مورد مطالعه واقع میشه و معمولاً در قالب اعمال تغییر روی یک متغیر و اثر اون رو روی متغیر دیگه ای میتونیم ببینیم. براتون میخوام یه مثال بزنم. مثلا میخوایم در یک تحقیق در علوم تربیتی ببینیم که آیا استفاده از تخته هوشمند روی نمره ریاضی اثر دارد یا ندارد، یعنی رابطه علی معلولی کم بودن نمره رو یا زیاد بودن نمره رو میخوایم با استفاده از تخته هوشمند بسنجیم. البته یادتون باشه که یه همچین تحقیقی رو میتونیم همبستگی هم بسنجیم. بنابراین خیلی باید دقت بکنید که وقتی میخواید رابطه علی معلولی برقرار بکنید، این رابطه رو با همبستگی اشتباه نگیرید. میشود از زوایای گوناگون یک پدیده رو مورد مطالعه قرار داد. مثلا میخواییم ببینیم که آیا واکسن کرونا باعث کاهش بیماری می شود یا افزایش بیماری می شود. می خواهیم ببینیم آیا میزان مصرف شکر باعث افزایش یا کاهش یا تغییر یا به وجود آمدن مثلا فشار خون میشه یا نه. اینها معمولا تحقیقات آزمایشی است. در علوم تجربی استفاده میشه، در فیزیک، شیمی، در تقریبا همه علوم دنیا میتونیم از تحقیقات آزمایشی استفاده بکنیم. در علوم کشاورزی شما میتونید دو تا مزرعه داشته باشید، در یه مزرعه از یه سم علفکش استفاده بکنید، تو مزرعه دیگری از سم دیگری، و یا توی مزرعه دیگری اصلا از سم استفاده نکنید و بعد میزان تولید خودتون رو و همینطور میزان از بین رفتن آفات رو با هم دیگه بسنجید. همه اینا میتونن تحقیقات آزمایشی باشن. تحقیق آزمایشی یه سری مشخصات داره. اولین مشخصه یه تحقیق آزمایشی اینه که ما در تحقیق آزمایشی رابطه علت و معلولیت رو میخوایم برقرار بکنیم، یعنی میخوایم بگیم متغیر مستقل ما باعث به وجود آمدن تغییراتی در متغیر وابسته ما هست. مثلا میخوایم اثبات بکنیم که علت جوشیدن آب گرما هست، میخوایم اثبات بکنیم علت تغییر رنگ برگ درختان تغییر فصل یا تغییر دما یا تغییر میزان نوری که دریافت میکنن، میخوایم اثبات بکنیم که کود شیمیایی باعث رشد گیاه میشود یا نه، میخوایم اثبات بکنیم علت مثلا مصرف بیش از حد شکر باعث افزایش فشار خون میشود یا نه. بسیاری از تحقیقاتی که در دنیا انجام میشن از جنس تحقیق آزمایشی هستند که تنها شیوه اثبات رابطه علت و معلول در پدیده‌ها رو با تحقیق آزمایشی میتونیم بسنجیم. مشخصه دیگر مهم تحقیقات آزمایشی اینه که دارای متغیر مستقل و وابسته است، یعنی ایندیپندنت و دیپندنت وریبل دارن. مشخصه دیگرشون اینه که معمولا دارای نمونه گیری هستن. ما یه نمونه رو برمی‌داریم میاریم تو آزمایشگاه روش تحقیق انجام میدیم. تحقیقات آزمایشی جزء معتبرترین تحقیقات در دنیا هست و معمولا اعتبار بالایی برخوردار و البته میدونید که همیشه سختم هست. در تحقیق آزمایشی ما میتونیم فرض علت معلول بین پدیده‌ها رو رد بکنیم، تایید بکنیم و یا براش تبیینی ایجاد بکنیم. از مشخصات مهمش
یعنی که دارای فرضیه است. مداخله یا دستکاری که در انگلیسی بهش میگن manipulation. manipulation یعنی دستکاری کردن یا مداخله کردن در یک متغیر که معمولاً متغیر مستقله و اثر اون رو در پدیده‌ای که معمولاً متغیر وابسته هست دیدن. مثلا به گروهی از بیماران یه داروی مشخص میدید و به گروه دیگه‌ای دارو نمیدید یا داروی دیگری میدید. در واقع مداخله یا دستکاری میکنید در فرایند درمان. توی رشته های مختلف کاربرد داره. در علوم انسانی مثلا در یک کلاس درس از یک فناوری استفاده میکنید، در یک کلاس دیگه‌ای مداخله‌ای در فناوری نمیکنید. همه اینا میتونن تحقیق آزمایشی باشن. تصادفی بودن از جمله مشخصات مهم تحقیق آزمایشی است، به این دلیل که ما میخوایم خطاهای موجود در تحقیق رو کاهش بدیم. بنابراین در تحقیقات آزمایشی مسئله تصادفی بودن از جمله خصوصیات مهم است. کنترل متغیرها در تحقیق آزمایشی از جمله خصوصیت‌های دیگر تحقیقات آزمایشی است. همیشه یکی از دغدغه‌های محققین وقتی قرار هست رابطه علت و معلول بین پدیده‌ها به وجود بیاد اینه که آیا به اندازه کافی محقق توانسته است متغیرهای گوناگونی که در یک پدیده مورد آزمایش دخیل هست رو به اندازه کافی کنترل بکند یا نه، چون درجه کنترل میتواند درجه علت و معلول رو مخدوش بکند. اعتبار بیرونی و درونی تحقیقات آزمایشی که انشالله به هم بهش خواهیم رسید، یعنی یک بخش مجزایی راجع به اعتبار بیرونی و درونی در تحقیق میپردازیم، از جمله خصوصیت‌های تحقیق آزمایشی هست. و همینطور آزمودنی‌ها بخش جدایی ناپذیر تحقیقات آزمایشی است. دوستان تعدادی از مشخصات تحقیقات آزمایشی رو گفتم. سه نوع تحقیق آزمایشی داریم که معروفه: True Experimental, Pre-Experimental, Quasi-Experimental. یعنی تحقیق پیش آزمایشی، آزمایشی واقعی و شبه آزمایشی. میریم با هم دیگه این سه تا تحقیق رو با هم بررسی می‌کنیم.